حاضر هستن و به وقفه ورزشکار خودشان را تشویق میکنند. در سالن چنین چند افغان هم حاضر هستند. امتیاز 2 هست برای حریف اسپانیایی. نتیجه 3-2 به نفع روح الله نیکپا هست. به نظر میرسه دچار مصدومیت جدی شده حریف اسپانیایی. به حال بعد از وارد شدن چند ضربه مهلک از سوی روح الله نیکپا بر بدنش، حق داره که آسیب دیده شد. بعد میبینیم امتیاز 4 هم روح الله نیکپا به درستی گرفت. اکسان عمل بسیار زیباست، ضربه بسیار زیباتر از روح الله نیکپا. اصلا کار تمام هست. روح الله نیکپا بسیار قوی و با انگیزه نشان میده و از ضربات یکی مهلکتر و زیباتر از یکی دیگر بر پیکره و بدن تکواندوکار اسپانیایی وارد میشه. بله دقیقا کمتر از یک دقیقه بر رسیدن افغانستان به مدال باقی مانده. اگر روح الله نیکپا بتونه به همین صورت بازی را اداره بکنه، کنترل بکنه، مدال با ارزش برای افغانستان به دست خواهد آمد و باعث خوشحالی میلیون ها افغان در سرتاسر جهان خواهد شد. بله روح الله نیکپا دیگه خودشان برش مسجل شده که در حال کسب مدال برنز هست. ضربه بسیار خوبی هست که برخورد نمیکنه، ولی به حال خوب است. در این لحظات چنین ضرباتی میتونه باعث بالا و رفتن روحیه خودش و تضعیف روحیه حریف شه. حریف روح الله نیکپا هیچ چانسی نداره. در این لحظات پایانی کوشش میکنه که به صورت روح الله ضربه وارد بکنه، چون ضربه به صورت امتیاز بالایی داره. 6 ثانیه، 5 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2-1 و روح الله صاحب اولین مدال برنز شد. افغانستان صاحب اولین مدال المپیکی خودش شد. افغانهایی رو میبینید که بسیار خوشحال هستن، سر از پا نمیشناسن. در افغانستان، در خارج افغانستان مردم واقعا خوشحال بودن، عکس العمل نشان میدادن، تبریک میگفتن به یکدیگر. به هر حال حادثه بسیار شیرین و خوشحال کننده ای هست. در بخش بعدی عکس العمل و صحبت تعدادی از مسئولین و مردم شما مشاهده خواهید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در عکس العملی که انجام دادن بعد از مسابقه اولین کسی بودن که برای الله نیکپا تبریک گفتن. بعد طی فرمانی دستور اهدای یک باب منزل مسکونی رو برای الله نیکپا دادن. گوردون براون نخست وزیر انگلستان تبریک گفت. آقای کرزی، کای آیدر نماینده سازمان ملل در افغانستان هم تبریک گفتند.